با سلام و درود و احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. اخبار رو میگم اگه وقت شد یه مقدار باز از بحث بهشت اینجا صحبت میکنم، وگرنه کلی بعدی حتما کلا در مورد بهشت اینجاست. خب، تجمع حوالداران مدیران خودرو در اعتراض به افزایش قیمت خودرو. دستون به هیچ جایی بند نیست، به هیچ جا هم بند نخواهد شد. طمع کردید، بدبخت کردید خودتون و دیگران رو. فقط یک راه دارید، یک راه، خودتون رو میدونید چه راهی هست. غیر از اون به هیچ جای دستون بنزه نخواهد داشت، نخواهد شد. ماشینی که بوده مثلا 100 میلیون شده 1 میلیارد تومان، از کجا بخواه بیاره به شما بدن؟ سیاست غلطشون بوده. اینا فکر کردن با گرونشن دلار زندگیشون آباد میشه، مملکت آباد میشه. اینقدر شعور نداشتن که هر چقدر تورم باشه اول هم دودش تو چشم خود دولت میره، کرش میکنه، کورش میکنه، لالش میکنه و برای خودش معترض درست میکنه. خب من تعجب کردم، اولین بار یک نفری حرفی زد که حالا کینه بوده رو عقده بوده رو چی بوده نمیدونم. موجودی خزانه دولت 70 میلیون دلار است. بحران مالی در ازار رسید. رسانه های ایران با استناد به نامه رسمی وزیر امور اقتصاد دارایی به سرپرست ریاست جمهور در تاریخ 6 مرداد ماه اعلام کرد که موجودی نقدی، اینم دروغ میگم، اینم بهتون میگم چی هست، نقدی خزانه 105 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 70 میلیون دلار. دروغ میگن اینا، باز طلب مرب دارن چون پول ندارن، به هیچ وجه پول ندارن. دست به یک کاری روزا میزن خنده داره، از خنده دار برتره. با کاسه لیسی به جایی نمیرسید. شما دیگ ها خوردید، شما تانک ها خوردید، شما جنایت ها کردید، با یک کاسه لیسی به جایی نمیرسید. بچه باز هنوز خرج میکنه، برای اربعین، برای فرانجه، برای خاک آدم بر سر. خب کم کم یه مطالبی هست راجبه انسان. ببین دوستانی که الان صحبت کنم، شما یکی از بحثایی که در طول تاریخ بوده هست و خواهد بود و به هیچ جا نمیرسن، بحث علم و دین هست در مورد بشریت، که بشر چگونه به وجود آمده است. اون که اونایی که اهل علم هستن یک تئوری خیلی آبکی، زورکی، آشغال و بی بنا دارن صحبت میکنن که آره ما نسل میمون هستیم، خودشون میدونن نیستیم. اگر توی سالم شد چی جنایت های نکرستن که ثابت کنه ما از نسل میمون هستیم. مذهبی هم که چرت و پرت آدم و حوا و فلان و بند و بساط اینا و مار و سیب و این، تا این مسئله هم بیان نیان با یک واقعیت طرف نشند، هیچ جایی نمیرسند. مردم جواب میخوان، مردم جواب منطقی میخوان. من که دوباره یواشکی صحبت کردم اینو، چون یک بحث خیلی، یعنی چیزی که خیلی ها رو به چالش میکشه، مرغ به تخم مرغ، که من یک بار صحبت کردم گذرا. دوستان چون بحث علمی سنگینی است و طولانی، الان نمیخواد گویی کوچیک بهتون میگم، یه چیز خیلی کوچیک. طبیعت هر چیزی که نیاز داشته باشه به وجود میاره، هر چی نیاز به وجود میاره برای خودش. قانون کائنات هم کمکش میکنه. شما ببینید یه جا آب میمونه، مخصوصا شهر بنده، یه جا آب میمونه بودن، آب که موند بعد از 3-4 روز پر یواش میبینی نی توش روش میکنه میاد بالا. کی تخم نی اونجا کاشته؟ اون نی آب تصفیه میکنه، کاری میکنه آب خوب بشه، آلودگی ایجاد نشه، محیط زیست خراب نشه، نی میاد بلکه تماشا خوش میشه و از بین میره. این نکته کوچیکش هست، خیلی خیلی سادهش هست که بدارم. در تمام مسائل دیگه هم همین هست. طبیعت نیازهاش، بچه حالا امروز تازه کشف کردن که آره 2 میلیارد سال قبل بوده. پس شما چه همون کس گذرتون بیایید بپذیرید غلط کردید، اشتباه کردید، حرف مفت زدید. چقدر رو میمون کار کردید، چه کار ژنتیک کردید، چه بلایی سر میمون رو در آوردید، این ایز رو شماها آوردید، ایز رو شماها آوردید. تو تمام این چیزی که دارن میگن مثلا گوریل به همه از همه احسان ندیک نده. گوریل وقتی بچه میاره دوستان، مادهش تا 1 سال نمیزن نرش بهش نزدیک بشه، حالا بعضی 2 سال میبینه، 3 سال ما میبینه 1 سال نرمش فشار میاد، در کمین بچه رو گیره بکشه، میکشی کارم میکنه. کجا انسان این دوره؟ انسان تکامل یافته تمام این هاست، اما اونها هم با
برای خودشون یه سلسله مراتبی دارن، یه اصول و قواعد دارن. همینقدر بگم که تمام علم انسان، تمام چیز انسان این نمیرسه که بتونه یک ثانیه قبلش زلزله پیش میگونه، ولی حیوانات میتونن. همینقدر بتونم بگم که تمام ساختمان‌های درصد دنیا میبینید شما انسان‌ها ساختن، برج چند طبقه، برج خلیفه، برج غیر خلیفه، غیر خلیفه، همین رو میبینید. یک زنبور، یک مورچه، یک موریانه هزار برابر، میلیون برابر از شما توی صنعت خونه سازی استاتره. یه پرنده میشه خونه میسازه، بهش دادن اونجوری خونه میسازه. طوفان، باد، هر چی میاد به جای نمیرسن. پس ما در مقابل از در علمی در مقابل حیوان خیلی 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 ضعیف هستیم دیگه، تعدادش نمیدونم خب وقت نگرفته. اما میخوام اینو بهتون بگم که از نظر علمی مشکل بشه شده، اونم اینجوری علمی گفتن آقا میمون، اونم گفت اینجوری چه شد این خر تو گل موندن، این خر نمیخوان قبولم بکنند. و بعد موازی مثلا ادامه صورت هم بیارد داره. حالا این مطلب شما سر فرصه بتون میخونم. تنش فزنه اسرائیل و حزب الله لبنان، بسیار از پروازهای فرودگاه بیروت لغو شد. کابینه امنیتی اسرائیل به بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر و وزیر دفاع اجازه داد در مورد چگونگی و زمان واکنش به حمله موشکی روز شنبه به بلندی جولان به جولان اشغالی تصمیم گیرند. در همین حال خطوط هوای پروازهای خود را به بیروت لغو کردند. این ببینید فرانسه که ذلیل شد و خوار شد به خاطر خیلی ذلت افتاده، اونها هم دیگه حالا کم کم خواهد لبنان چنگ اونا دارن. لبنان یه گنجه تو منطقه است، اونه که نزدیک لبنان میشه میدونه یه گنجه است، یه گنجه هم معناست از هر نظر، به خصوص کشاورزی و مقدار دامداری شده. کشاورزی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه که واسه حالا کم کم فرانسه دیگه توان نداره که باید اونو اینو اون همه رو جمع جوش بخواه بگه بس نمیتونه. ایران هم که دیگه باخته بازی رو، فقط مونده حزب الله. حزب الله هم که دیگه آقای شیخ حسن هم بوی ارحمرانش بلند شده، بوی رحمانش بلند شده. اینم که جامعه آقای چیز بهش اختیار دادن به نتانیاهو، اون بدون اختیار خودش بیشنگید، آقای اختیار بهش داده باشد چی کار میکنه. آقای پزشکیان رفت بره دفترش تحویل بگیره، بعد یک قرآن رو بردن میکنه تفعول بزن. این سایت خود خامنه‌ای نوشته ها، یه تفعول بزن. اینم خوند و باز کرده بس. حالا چی آیه چی اومده خیلی جالب ترجمه رو میکنم. سوره اعراف آیه 38، خدا میفرماید، از تفعولی که زده است ها، خود سایت خود خامنه‌ای هم زده اینو، حالا بگم پاکش کرده. حالا خدا میفرماید شما هم در میان گروه های از جن و انس که پیش از ما پیش از شما بودن در آتش درآیید. خیلی جالبه. هرگاه گروهی از وارد آتش شوند، هم مسلکان خود رو لعنت کنند تا که همه آنان با خفت خود در آتش جمع شوند. آنگاه پیروانشان درباره پیشوایانشان گویند پروردگار اینان ما رو به گمراهی کشیدند، پس عذابشان از آتش دو چندان گردان. خدا میفهمد برای هر کدام دو چندان است، ولی نمیدانند. خیلی تجربه هستم که اینم آیه حساب تفاوتی که زدن اومدن اینجا. واردات خودروی دست دوم دو روز پس از آزاد اعلام شدن دوباره متوقف شد. گفتم بتونید بازی است، میخواد یه سری پولاشون بیارن برای رد کنن دیگه. رسانه‌های ایران گزارش دادن که با اعلام بانک مرکزی این کشور به دلیل تنظیم فرآیند احراز و تایید منشأ ارز، واردات خودرو دست دوم رو از تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. اینا رفتن تو بانک خارجی سریع کار کردن، بانک خارجی پول ندادن، گفتن پیکارت. من اصلا بهتون گفتم یک سال بانک مرکزی در زمان هاشمی رفسنجانی 250 تا بخشنامه صادر میکرد، صبح صادر میکرد از لغو میکرد 250 تا بخشنامه تو این بازی ها. آخرش این بالا جمع میشه یه طوفانی که آن شده. بانک مرکزی در اعلامیه که در رسانه منتشر شده به اشخاص حقیقی و حقوقی توصیه کرده که تا قبل از تشکیل کارگروه تنظیم بازار خودرو، تنظیم فرآیند احراز و تایید منشأ ارز از سوی این بانک، تهیه و ابلاغ ضوابط و مراتب افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی هر گونه اقدام برای واردات خودرو اجتناب کنند. اول اعلام میکنه بعد من اینا رو میخوام. سخنگوی دولت ایران 27 تیر ماه اعلام کرد که با تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودروی کار کرده از این پس واردات خودرو برای همه آزاد شده است، برای همه.
احمد آقای سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت هم بیشتر گفته و اقلا ما سمت رو یاد گرفتیم سمت هم بیشتر گفته بود در اساس بر اساس آیین‌نامه تازه تصویب شده دولت از لازم برای خرید خودرو باید منشأ خارج داشته باشد. تمام از چند روز پیش داشته باشه که مرتهید بانک مرکزی قرار بگیرد، مثلا ارزهای حاصل از صادرات کالا و خدمات یا ارز سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر. من که از سیاست انگلیس را تو میگم دوستان، این مطلب رو شاید من 44-45 سال پیش یا کم بیشتر خوندم، میگن یک سیاست از بنا سیاست اسباب بازی انگلیس. وقتی که به یک بچه ای برای شما چی میخرن، اسباب بازی میخرن، این میخرن، میخرن، بعد دیگه مثل یک بچه اشباه میشه و دیگه چیز دیگه میخواد، بعد سیاست تغییر میکنه، میان از فردا از هر روزی که از اسبابش ور میدارن، بعد همه چیز دوباره برشه، بعد دوباره یکی دوباره یکی دوباره یکی، تا به جایی میرسه که اسبابش یکی بیشتر نمیمونه، به التماس میفته که به من برگردونید، فلان کنید، بیسار کنید. هم زمان ازش خریدن، هم تحقیرش کردن، هم تو سرش دادن، هم به حداقل چیز قانع شده، به حداقل برسه، به اسبابش آشغال شکسته که وقتی باش پر بود. این سیاست کلیش هست، اما حالا داره برعکس میشود که شده، حالا خودش به این ذلت و خفت افتاده. دارد چی کردید؟ و در مورد ایران خواستی کار بکنه که تقریبا اولش موفق بود، در حالا دیگه کم کم داره به جایی میرسه که حقشه برسه. خب یه خبر دوستا میخونم که البته خبرش خبر خوبی نیست، اما محتاط باشین، احتیاط شرط عقله. ما نباید شجاعت رو ببخشید با حماقت اشتباه کنیم. اینو گوش بخونید، گوش کنید. پلیس تهران از بررسی گوشی مردم در ایستگاه مترو خبر داد. رونما از گشت رجستری. ببین جونتون در بیاد. هر چی کارا رو بیشتر خسته میشه پایین میرید. یک روزنامه چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه 8 مرداد ماه از برپایی گشت رجستری در ایستگاه مترو خبر داد. و در این حال به نقل از پلیس پایتخت نوشته که به دنبال گوشی سرقتی هستیم، این طرح را در همه ایستگاه ها اجرا می کنیم. علاوه بر همتون دوست خودتونید، مال خر خودتونید، شر خر خودتونید، همه چی خودتونید، احمق هم خودتونید. خب اینم بخونم. من اینو تمام 20 سال پیش 25 سال پیش گفتم توی اون پالتوکی برای بود هر چیزی گفتم نوشتم هم. که یک سمی که میاد تا یک مدتی کاربرد داره، مثلا این ددته، بعد از مدتی اگه چند تا از اون حشره یا از اون زنده بمانند، اونها در مقابل این سم چی میشن؟ مسئولیت پیدا میکنن. دانشمندان هشدار میدن که به دلیل مقاوم شدن مالاریا در برابر داروها، اگر اقدام فوری برای حل مشکل انجام نشود، زندگی میلیون ها نفر در آفریقا در خطر است. که خطر آفریقا که باشه به شهر کشوری هم میرسه. اینقدر که اومدن موزی ساشه بابا، ببینید دوستان، این عنکبوت یه وظیفه ای داره، کارش گرفتن مگس و مورچه است. این مارمولاکا رو ببینید، مخصوصا طرف جنوب بندر عباس، اینا همه جا بالا نواستن که پشه مالاری پشه دیگر بخورن. اینا وظیفه دارن در قبال خودشون در طرف طبیعت، ولی چنان رفتار میکنن که دیگه اصلا اسم مارمولا دیگه نمیاد. حالا بخورید آجا. نوعی از انگل مالاریا که میتوان در برابر یکی از مهمترین دارو به نام آرتمیزنین مقاومت کنه، حالا کاملا در شرق آفریقا گسترش پیدا کرده است. در عرض 3 سال سطح مقاومت در برابر مناطق در برخی مناطق از کمتر از 1% به بیش از 20% افزایش یافته است. آخرین بار که مقاومت در برابر داروی ضد مالاریا در آفریقا گسترش یافت، تعداد کودکان در نتیجه آن جان خود را از دست دادن 3 برابر شد. انتخابات بزرگ برگزار شد و دیگه از امروز فردا در اونجا متاسفانه درگیری زیادی خواهد شد، بازدید تلفات خواهند داد، چون اوستاشون، کاپیتانشون، سرپرستشون جمهوری ننگین اسلامی است. خب تا کلیپ بعدی ایام نوروزتون خوش. کلیپ بعدی تمامش در مورد بحث آخوند بهش اینجاست و چه بلایی سرشون اومده این روزا. خدا میتونه خدا نگهدارتون.